سازمان امنیت 5 میلیون نفر عضو داره یا همکار یا مأمور. کمیته مشترک ضد خرابکاری در حدود بحر بچه هاشن به طور شکنگیری بودن اینجا این که نمیشه باشه اینجا این چیه اسلامیک مارکسیس انقلابی واقعی کسی است که وقتی آسمان رو پوششی از ابرهای تیر و تار فرا گرفته باشه، باز هم تابش خورشید رو از یاد نبره که بی تردید خواهد تابید. در ادبیات سیاسی ایران از یک مقطع تاریخ کشور با واژه گورستان یاد شده، همون دورانی که شاه می گفت ایران جزیره ثباته و شاعران با آرامش گورستانی از اون نام می بردند. سرزمینی با هفته های خاکستری و جمعه های سیاه. اون دوره به ویژه سال های دهه 40 و دوران پس از سرکوب خونین 15 خرداد 42 رو در بر می گیره، دوره‌ای که رژیم ترور و وحشت رو بر همه جا حاکم کرده بود و می گفتند ساواک چند میلیون عضو و خبرچین داره و حتی از صحبت های خصوصی مردم هم با خبره. من اطلاع دارید تایمز لندن نوشته بود که سازمان امنیت ایران 5 میلیون نفر عضو در بین مردم داره. نظرتون در این باره چیه؟ روزنامه تایمز لندن این رقم رو نوشته بود، من به خاطر دارم که سازمان امنیت 5 میلیون نفر عضو داره یا همکار یا مأمور داره. ممکنه بعضیاشون کارمند دولت باشن، مثلا در فلان وزارتخونه بعضیاشون، ولی مأمور رسمی استخدام در استخدام رسمی ما این افراد نیستن. باعثی خوب خانه خواب ما خبر داشته باشیم اینها رو در طبقات مختلف مردم هستن، در بین اصلا سازمان های دولتی، کارگران، کشاورزان، اصناف، احزاب، مطبوعات که مربوط خود آقای ممکن است باشه، دانشجویان، استادان دانشگاه و از این قبیل جوامع و جمعیت ها. وظیفه اصلیشون که وظیفه اختصاصیه سازمان اطلاعات و امنیت کشوری که طبق توجیهی که به سلام میشن عمل میکنن. برسه اگه شما رقم و عدد میخوایید، بنده نه متاسفانه میدونم دقیقا و نه اگر بدونم عرض میکنم خدمت. جدای از این عدد و رقم هایی که حتی اعلامشون هم که خودشون یک جور مانور برای ایجاد ترس بیشتر در جامعه بود، اما واقعیت این بود که به هر حال دستگاه شاه و ساواک قدر قدرتش خبر نداشتند که آتشی در زیر خاکستر در آستانه شعله کشیدن. بالاخره آتش مبارزه مسلحانه در سال 1350 توسط فدایان و مجاهدین شعله کشید و همه چیز رو به شدت تحت تأثیر قرار داد، به طوری که شاه مجبور شد بعد از مدت کوتاهی به این واقعیت اذعان کنه. Are they a serious threat? No. No, but obviously it can always be serious because one bullet could find its mark. Would your majesty say that there is still opposition to you, be it religious opposition, be it communistic opposition? Communistic, very much, every day more. And a very, very funny thing developing now is what the Marxist organization, which has a label of Marx, Islamic Marxists. آبان ماه سال 50 بود که من
توی دانشگاه فنی سال سوم بودم، تو کتابخونه نشسته بودم. یکی از دوستانم که مدتی زندان بود، تازه از زندان آزاد شده بود، من نشست کنارم، گفت میدونی یه چیزی میخوام بهت بگم که فقط به خودت میگم. من زندان که بودم یک گروهی رو دستگیر کرده بودن، نمیدونی چه گروهی، گروهی معتقد به مبارزه مسلحانه. مسلمون به شدت شکنجه میشدن، مقاومت میکردن، اصلا فضای زندان رو دگرگون کرده بودن. این مقاومت و ایستادگیشون در برابر شکنجه فضای ایجاد کرده بود که کل زندان اثر گذاشته بود. گفتم خب اینا اسمشون چی بود؟ گفت نمیدونم، فقط بهت بگم که خیلی واقعا خیلی گروه سطح بالایی، مسلمون و معتقد به مبارزه مسلحانه. گفت همین، از بیشتر از این نمیتونم بهت بگم، ندارم که بهت بگم. این همون لحظه بود که من برای اولین بار با یک گروه مسلمان معتقد به مبارزه مسلحانه آشنا شده بودم، همون چیزی بود که دنبالش بودم. چنین خبری و چنین درخشش مجاهدین و مجاهدین خلق واقعا یه نقطه بود که یه باره امیدی در دل همه ما به وجود آورد. من اصلا احساس کردم زنده شدم. طلوع مبارزه مسلحانه طی 5-6 سال فراتر از دانشگاه‌ها سراسر جامعه رو روشن کرد. امواج سرکش مبارزه مسلحانه 7 سال بعد کشتی انقلاب رو به ساحل رسوند، همون کشتی که تو سال 50 مجاهد قهرمان ناصر صادق بشارت دیدن دکلش رو تو دادگاه نظامی شاه داده بود. سال 1350 سرآغاز یک تحول کیفی در تاریخ مبارزات ملت ماست. سالی که مبارزان خلق تنها راه آزاد کردن ملت ما را از زیر ستم و استثمار داخلی و خارجی یافتند. نبرد چریکی مسلحانه در شهر و روستا. ما به شما نوید می دهیم. ما دماغه کشتی پیروزی را در افق اقیانوس توده ها می بینیم. ما پیروزی خلق را می‌بینیم. ما پیروزی توحید را می‌بینیم. تحولی که مبارزه مسلحانه ایجاد کرد طبعاً تو جامعه اولش کند و آهسته بود. شاید بشه گفتش که جریانی بود که اساساً در زیر پوست شهر جاری بود. اما اخباری که همون موقع از زندانا داشتیم میگفت که رشدش توی زندانا خیلی سریع و پرشتاب بود. امروز میخواهیم در مورد تاریخچه زندان صحبت بکنیم، تاریخچه زندان زمان شاه، چون میدونید که زندان همیشه شما بخشی از تاریخچه هر جنبشی است. هر جنبشی رو که بخوان تاریخچه‌اش رو بررسی کنن، مقاومت و پایداریش، اهدافش، چه پروسه‌ای طی کرده، بخشی از اون به تاریخچه زندان برمیگرده. هدف ما از این برنامه که به مناسبت 30 دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی در زمان شاه تهیه شده، پرداختن به همین بخش از تاریخ مبارزه در ایرانه. بخش مهمی از تاریخ که از سال 1350 تا 30 دی 1357 اساساً در زندان‌ها طی شد. زندان زمان شاه رو میشه به چند مرحله شاید تقسیم کرد، ولی مرحله قبل از سال 1350 و مرحله بعد از سال 1150. اون چیزی که ما میخواییم بهش بپردازیم اساساً به بعد از 1150، چون قبل از اون زندان یک وضعیتی داشت. بعد از 1150 که مجاهدین و سازمان چریکای فدایی اساساً مبارزه‌ای رو علنی شروع کردن
و به دستگیری ختم شد، تحولاتی در زندان، تحول بسیار مهمی در زندان ها به وجود اومد. اصلا زندان از شکل قبلش خارج شد. قبلش خب وضعیت زندان، کسی که میرفت زندان بیشتر میخواست زندانیش بکشه تموم بشه، و حتی از اون طرف هم دشمن یعنی ساواک و رژیم شاه میخواد افراد رو به ندامت و تسلیم بکشونه و بعد از پایان زندان برن دنبال زندگیشون. اما بعد از سال 50 زندان به دلیل یک شروع یک مبارزه انقلابی، مبارزه قهرآمیز، مبارزه مسلحانه برای سرنگونی شاه که ترتیب داده شده بود، سازمان داده شده بود، چه از طرف نیروهای فدایی و چه از طرف مجاهدین، مثلا کیفر، متفاوت شد. سال 43 دستگیر شدم. دستگیری من تو زندان، حالا حبس ابد هم بهم داده بودن. یه 3 سال اول زندانم تو تهران بودیم، زندان قصر. با همون به اصطلاح دوستایی که سابقا تو مؤتلفه بودیم و کار میکردیم. تیر ماه 51 برگشتم از زندان کرمانشاه به زندان قصر تو تهران. اومدم دیدم که این زندان دیگه زندان دیگری است. من 3 سال قبلا اینجا بودم تو همین زندان، زندان قصر. حالا بعد از این چند سالی که اومدم برگشتم، دیدم اصلا زندان به قول معروف از یه زندان سوت و کور، بی سر صدا، آرام، کسی اصلا کاری به کسی نداره، از مبارز اصلا صحبتشو نکن، هیچ، اصلا شلوغ، زنده، جوشان، پر سر صدا، پر رفت آمد. مثلا تصور کنید که زندانی که اون موقع که من بودم به اون شکل، الان افرادی هستن که ساعت بندی میکردن زمانشون رو. درست فرض کنید که یه رئیس اداره، فرض کنید که یه فرمانده مثلا ارتش، یک تاجر بزرگ مثلا، این وقتشو هدر نمیده، ساعت بندی داره، کار داره. مجاهدین از صبح که بلند میشدن نشست داشتن، گفتگو داشتن، زمان ورزش داشتن، زمان استراحت داشتن. بعد حالا من به اینا رسیدم. من شهریور 50 دستگیر شدم. پس از مدتی تعدادی از ما رو از زندان اوین به زندان قزلقله منتقل کردن. وقتی وارد زندان قزلقله شدیم با یک فضای مواجه شدم که برامون غیر قابل قبول بود. به مجرد که ما وارد زندان شدیم و مناسبات جمعیمون شکل گرفت و شروع کردیم به کار جمعی، مراسم جمعی، سرود خوندن و یک مناسبات جدیدی رو با زندانبانا برقرار کردیم، پس از مدتی فضای زندان کاملا تغییر کرد. وقتی دستگیر شدم، شب اول که دستگیر شدم اردن قزلقله، ربانی شیرازی، آیت الله ربانی شیرازی میگفتم، من 4 روزی بعد اونجا، روز 10 بار نگهبان میخواستش که چیه، نونا براش بیاره، رنگ بیاره، موسش میخواست رنگ بکنه، حالا پیرمرد هفت اینقدر همه این صبح تا شب مشغول زندگیش بود. در حقیقت به اون افسر زندانم یکی بود به اسم پناهی، ساعت به ساعت میگو من چی میشم، من که آزاد میشم. از طرف دیگه خب مجاهدین وقتی میدیدیم، مجاهدین یا فدایی های همون وقتی میدیدیم، یه فضای جنگنده، فضای زنده، فضای اصلا دو تا دنیای چیز بود، مجزا از هم بود. لحظه که دستگیر میشدی، وارد جنگ میشدی، تسلیم نبود، ولی خود فضای زندان همونجا، فضای زندان یه فضایی بود که تو نفری که دستگیر شده اینطور نبود که دیگه خودشو خل اصلاح بدونه، از همونجا باز جنگش از همونجا بود.
مدت های زیاد خب من تو سلول بودم، سلول های یک تکی بودم، سلول دو نفره بودیم، ولی اون فضایی که من از بچه های مجاهدین میدیدم از اول که پا به زندان گذاشتم تا آخر همش اینا میجنگیدن. این که میگم در واقعا در همه ها، حالا توی زندان قزل قلعه بود یه جور، تو قصر بود یه جور، تو بندهای مختلف قصر بود یه جور، توی اوین بود